تو بازم داری همه چیز رو به بازی میگیری سهراب. اینا جواب مادر و پروانه نیست. نمیفهمم اصلا شماها از جون من چی میخواین ها؟ چیزی نمیخوان، اینا حقشونو میخوان. همین. یا اینکه حقشونو با دست خودت برمیگردونی یا اینکه تهدیدم میکنی؟ نه تهدید نیست سراب. ولی خب اگه بخوای دیگه رو دروسی نداری یوسف. سهراب با دست خودش همه چیزو برمیگردونه. هم حق ما رو هم حق تو رو. وگرنه من خودم اولین کسی هستم که از دست شکایت میکنم. شماها دیوونه شدین. مادر این واقعا حرف توه؟ نه من که نمیتونم باور کنم. همین تو که برای ما سخت بود که باور کنیم تو این کارو کرده باشی، برای تو هم باید همینطور باشه. میبینی مادر، پس دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. خداحافظ. تو حق رفتن نداری سهراب. مادر درست میگه، تو باید همینجا بمونی تا همه چیز روشن میشه. تا وقتی که تو اینجا هستی براشون تصمیم میگیری، من نه حرفی برای گفتن دارم و نه دیگه پامو توی این خونه میذارم. سهراب، سهراب نذار بره. سهراب دیگه فایده نداره. مامان، مامان حالا باید چیکار کنیم؟ بایید بپر در باز کن. سلام. زود باش. خوش آمدین. خیلی ممنون. خوبی؟ خسته نباشید. هرمان خانم مادر چطوره؟ خوبه. سلام میرسونم. چه سلامتشون برطرف شد؟ بله بهتره. دستگاه چه خوش کردی؟ ببینین آقا ناصر، از این به بعد قراره که من یوسف کنترل چاپخونه رو به عهده بگیری. شما به عهده بگیری؟ بله. چه خوب. خیلی هم خوبه، ما خوشحال میشیم. خیلی ممنون. معذرت میخوام آقا، سهراب اینجا چیکارن؟ اولا که سهراب معلوم نیست کجاست. دوم از اون که من و یوسف از این چاپخونه سهم داریم، قرار از این به بعد خودمون اینجا رو بگردونی. خیلی معذرت میخوام. من متاسفانه با وجود که احترام زیادی برای شماها قائلم، ولی آقا سهراب اینجا همه کارن، من فقط از ایشون دستور میگیرم. ببین بهتره فعلا سهراب رو فراموش کنیم. با این حال تا خود آقا سهراب نیانو بگن که شماها اینجا همه کارین، من متاسفانه نمیتونم با شما همکاری کنم. ببینید آقا ناصر، مثل که شما متوجه نشدین، من و یوسف از این چاپخونه سهم داریم، قرارم هست از این به بعد خودمون اینجا رو بگردونیم. خب اینی که گفتی. آقا سهراب معلوم نیست که برمیگرده. خب من رفته سفر قندهار که برمیگرده. حالا چه برگرده چه برنگرده، من و یوسف دیگه بهش اجازه نمیدیم هر کاری دلش میخواد بکنه. ببینید پروانه خانم، آخه دو تا دستگاهی که دیگه سی تا رئیس نمیتونه داشته باشه. شما اجازه بدین خود آقا سهراب بیاد، بشینین با هم دیگه صحبتاتونو بکنین، به نتیجه که رسیدین چشم، هرچی آقا سهراب گفت منم در خدمتتون. ای بابا ماشاءالله هزار ماشاءالله، شما همینطور فقط حرف خودتون میزنی. ببین آقا ناصر بیا اینجا. یا هرچی بهت میگم میگی چشم، یا اینکه همین الان راهتو میگیری از اینجا میری. برم؟ بله، باید هیچ شوخی هم ندارم. من با گفته شما نیومدم که با گفته شما برم. ببین آقا ناصر، یا به حرف ما گوش میدی یا اینکه به کارگران میگم به زور از اینجا بندازنت بیرون. تو که میدونی اون هم دل خوشی از تو نداره. خب چی میگی؟ هم؟
خیلی خوب، با وجود که من ته دلم راضی نیست، ولی چون زوره چشم من در خدمت هم. اینجا در اختیار شماست. حالا اجازه میفرم من کارم بکنم؟ بله بفرمایید. خوب شد. حالا این دفتر حساب کتاب رو به ما بده. دفتر حساب؟ بله تحویل ما بده. بفرمایید در خدمت. آه. شما بفرمایید بالا. خیلی ممنون. احمد مواظب این دستگاه باش. این دفتر صورت حساب باست. بله. اینم دفتر سفارش های کتاب حال به چاپخونه رسیده. خب دیگه اینم دفتر سفارشات جدیده. اینم موجودی صندوقه. مورا قبل الله خدا بیامرز، هرچند دیگه به درد نمیخوره با دیگه دیگه بریم. این چقدر هست آقا ناصر؟ 300 تا دیگه. هم هرچی میخوام بگیم بهتون بدم. خیلی خوب باشه، بگیر یوسف. بعد از این باید همه چیز زیر نظر تو باشه. نه نه، بهتره من به امور سالون برسم، تو هم کارهای دفتر رو به عهده بگیر. خب من که هنوز به چیزی آشنا نیستم. خب یاد میگیری، کاری نداره، منم کمکت میکنم. خیلی ممنون، اما فکر نمیکنم بتونم. چرا نتونی؟ از این به بعد شما رئیس هستید و ما هم مرعوس. مگه نه آقا ناصر؟ بله. عرض کردم که از این به بعد خانم رئیس هستم، ما هم مرعوس. چرا که نه؟ بله. تو این چاپخونه ها هر کسی میتونه رئیس باشه. از وقتی آقا عبدالله خدا بیامرز فوت کرده، بلا نسبت شما اینجا یه حساب درست حسابی که نداشته. حالا بلکم پا قدم خانم خوب باشه و اینجا یه جونی بگیره. میگم اگه یه وقت سرکله سهراب خانه اینجا پیدا بشه که سقف رو سرمون خراب میکنه. بهتره شما به این مسائل فکر نکنید، اینو بسپرین به عهده من. چشما رئیس شما. آقا عادتشه. چه خاکی، اینجا احتیاج به یه گردگیری حسابی داره. آره ماشاءالله کار چاپ بالا رفته. آره انشالله اگه بتونیم یکم خودمونو جمع جور بکنیم میتونیم یه سری دستگاه جدید وارد بکنیم. اگه این کارو بکنیم که محشره بابا. الان همه چاپخونه ها دستگاه جدید وارد کردن الا ما. ما هم پیشرفت میکنیم، منتهی یواش یواش انشالله. راستی یوسف، دانشگاه رو چیکار کردی؟ دیگه نمیری؟ چرا؟ به محض اینکه
اوضاع رو بره بشه بازم واحد میگیره. آره حیفه، بلش نکن. امکان نداره. این حساب تراشکاریه، اون مال قبلی هم که پرداخت نکردیم. الان آقا وفایی زنگ زد، شاگردش هم فرستاد. آقا یوسف، آقا یوسف. بله. بابا کجایی؟ چیه؟ چیزی نیست. تو فکری؟ چی؟ یه صورت حساب مال تراشکاریه. آها خیلی خیلی باش، پرداخت کنیم بهش میدیم. همه چی جوری یوسف؟ آه بله بله، جوره جوره. چقدر خوب. تو اونجا بالا مشکلی نداری؟ نه. شما چی؟ نه مشکلی نیست. اگه ما بخوایم با همین وضعیت پیش بریم، میتونیم کم کم سود چاپخونه رو بالا ببریم. چطوری؟ کارگرا رو هم باید سه شیفته بکنیم. سه شیفته؟ آره چرا که نه؟ چرا شبا چاپخونه بیکار باشه؟ فکر خوبیه، موافقم. بله، من هم برام ریزی میکنم. بسیار خوب. دیگه کم و کسری نداری؟ نه، فکر نمی کنم. فقط این صورت حساب آقای وفایی هست، باید پولش بهش پرداخت بشه. باشه، دیگه مزاحمت نمیشم، فقط اومده بودم یه سر بزنم. خواهش میکنم. یوسف کاری داشتی؟ آره میخواستم یه چیزی بهت بگم پروانه. خب بگو، میشنوم. یه دقیقه دست نگه دار، من که اینطور نمیتونم حرف بزنم. خب خب باش بگو. چرا بستنی اونجا؟ بیا بشین بگو ببینم چی میخوای بگی. بیا بشین. بگو. خب اینطوری که نگاه میکنی من نمیتونم حرف بزنم. کارتو بکن. یوسف هیچ امروز معلوم هست چته؟ بگو دیگه، حرفتو بزن من بشنوم. خیلی خوب باشه. حقیقتش من ازت میخوام که در واقع من اگه از شما بخوام چطوری بگم؟
یوسف میخوای از اینجا بری؟ نه بابا اینطور نیست. پس چیه؟ راستش میدونی پروانه بگیر خود گفتنش برام سخته. میدونی چیه یوسف؟ من دوستی داشتم که میگفت هر وقت هر حرفی میخوای بزنی که گفتنش برات سخته خب بهتره اصلا فراموشش کنی. عجب حرف بی‌معنایی زده. حالا هرچی بهم میگی چی میخوای بگی یا نه؟ خب آره میگم. ببین پروانه من اگه یوسف اینقدر خودتو آزار نده، بهتر اصلا فراموشش کنی. آره آره شاید حق با تو باشه. یوسف کجا میری؟ برمیگردم. یوسف یوسف برمیگردم. مگه چیزی نگفتم؟ کیه؟ کیه؟ باز کن مادر. منه. سلام علیکم. سلام بزنم. خوش آمدی. متشکرم. چه عجب یاد من کردی یوسف. اختیار دارید. چند وقت سر نزدم گفتم بیام خدمتتون. بفرمایید. دست درد نکنه. چرا زحمت کشیدی مادر؟ خواهش میکنم. بشین یه چای برات بیارم. دستتون درد نکنه. خوبی پسرم؟ خوبم الحمدلله. پروانه چاپخونه بود؟ بله چاپخونه است مادر. چاپخونه چه خبری؟ خوبه. کارا رو غلطک افتاده. شما چطورین؟ خوبین؟ ای بد نیستم. حالتون بهتر شد؟ میسازم دیگه. چرا نمیشینی مادر؟ چشم. خیلی ممنون بوشه جان. قندم بیارم برات. چه خبره یوسف؟ هیچ، قابل عرض نیست. هر کاری میکنم از فکر سهراب خارج نمیشم یوسف. تو چاپخونه کسی ازش خبر نداره؟ نه بالاخره هر کجا که باشه کم کم پیداش میشه. تو که این موقع روز اومدی خونه فکر کردم ازش خبری شده. راستش میخواستم توی این ساعتی که پروانه خونه نیست بیام اینجا و مطلب مهمی رو باهاتون در میون بگذارم. در مورد سهرابه؟ نه در مورد خود پروانه است. اتفاقی افتاده؟ بابا چه اتفاقی؟ خب پس چی؟ حرفتو بزن. حالا بهتون میگم. راستی از عمو کمال چه خبر؟ عمو کمال؟ هیچی. از وقتی که آقا عبدالله مرد دیگه ازش بی خبریم. آخه ناصر میگفت از یه نفر شنیده که اف خورده و از زندان آزاد شده. خدا کنه. ولی چرا یه سری به من زده؟ خب طبیعیه. برای اینکه خونتونه بلد نبوده. خب چاب خونه رو که بلد بوده. خب دیگه. یوسف بگو ببینم چی میخواستی بگی. حالا میگم. مثل اینکه گفتی در رابطه با پروانه ها؟
بله. توی کارات دخالت میکنه؟ نه بابا، اصلا بحث این حرفا نیست. اتفاقا خیلی هم خوبه. اصلا فکرشو نمی کردم که بتونه خیلی زود به کارا مسلط بشه. خب میخواستم نمیدونم، اگه شما اجازه بدین چطور بگم، راستش اول میخواستم به خود پروانه در میون بگذارم ولی هر کاری کردم نتونستم. واقعیتش اینه که نمیدونم این حرفی رو که میخوام بزنم درسته یا نه. خب بعدش گفتم با شما در میون بگذارم که اگه اشتباه میکنم به هم بگین. فقط یه خواهشی دارم مادر، اگه جواب شما منفی بود راجع به این قضیه به پروانه هیچی نگید. میخواستم ببینم نظرتون راجع به من و پروانه، یعنی چطوری بگم، در واقع من از پروانه، نه یعنی من از شما. خیلی خوب، خیلی خوب، فهمیدم چی میخوای بگی. چایی تو بخور سرد نشه. اجازه بدید من مرخص بشم. خداحافظ. سلام یوسف. سلام رضا جان. رضا. بله ویسه. خانم نیومده؟ نه از صبح نیده میشون. اتهام مناصرم خیلی باشون کار داشتن. چند مرتبه هم زنگ زدن خونهشون کسی گوشی من نداشت. خیلی خوب کارتو بکن. خیلی
سلام آقا یوسف. سلام. آقا کجایی؟ پروانه خانم کجاست؟ نمیدونم. چند مرتبه هم زنگ زدم خونه شون نبودن. ما بالاخره باید چیکار کنیم؟ این سفارشات موندیم چاپ کنیم چاپ نکنیم؟ ناصر جان من نمیدونم. هر کاری میخوای بکنه خودت بکن. عجب گرفتار شدیم. خداحافظ. خداحافظ آقای یوسف. خداحافظ. سلام صبح شما بخیر. سلام. سلام مادر جون صبح بخیر. سلام آقا یوسف. سلام علیکم. صبح شما بخیر. ببینم آقا یوسف. بله. نرفتی امروز سر کار؟ نخیر. چرا؟ نرفتم. والا دیگه شاید سر این کاری که می‌رفتم دیگه نرم. نکنه خواب موندی. نه عزیز خانم نه. خواب نموندی. بعد حقوقتون کمه؟ نخیر عزیز خانم. این حرفا نیست. میگم نکنه بیرونتون کردن. ای بابا نه نه. شاید خودم نخوام برم. آخه چرا پچی کار میکنین؟ حیفه یه جوونی مثل شما همینجوری آتل و باطل اینجا ها را بره. آتل و باطل که نمیگردم. بالاخره میشینم تو اتاق و مطلب مینویسم. آها مینویسین. بله بله. بعد خب مینویسین. ببخشید خب. مینویسین. چطوری مرتضی؟ بنویسین. عزیز خانم. بله اومدم. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. عزیز خانم آقا ماشاءالله این تلفن رو میاره بیرون من یه تلفن بزنم. آقای محمدی شما که خوبه 3-4 ساله تو این خونه هستین میدونین که سر ساعت 9 اون تلفن وصل میشه. چه توقعایی دارین شماها؟ سلام عزیز خانم. سلام ستاره. ستاره وایسا چند تا میگرفتی مادر؟ دوتا. ببین آقا ماشاءالله حال نداره یه دونه از نوناتو به من بده بعد پولشو بیا بگید در اتاق. باش. دست درد نکنه. ببخشید. آقا ماشاءالله ساعت 9 تلفن بود. سلام خانم. سلام. صبح بخیر. کجا بودین خانم؟ نگران شدم. یوسف کجاست؟ والا امروز نیومده. شما هم که تشریف نداشتین. ما هم حسابی دست تنها شده بودیم. یه پامون تو سالن بود، یه پامون تو دفتر. خیلی خوب باشه. من میرم تو سالن. باشه خانم. چاپخونه می سالن حسابی پیدا نکنه.
سلام آقا یوسف. سلام سید جان. مشتاق دیدار. قربان شما. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. نبودی یه مدت. آره یه خورده گرفتاری داشتم دیگه نتونستم بیام. انشالله که خیره. قربان شما. خب حال هوا که خوبه. آره قربانه. کمکت کنم یه مقدار بسیار این یارو. دستتون در نکنه. اوضاع کار کاسه بیشه طوره؟ بد نیست الحمدلله. خوبه برزفت و مراده. خب. زمان نکه شانس نیست. آقا خواهش میکنم. آخه آچارها رو تو چرا سرزش نمیذاری؟ غالبا جایش اینجاست؟ یه حرف رو چند مرتبه باید برای شما تکرار کرد؟ تو چرا شبا که میخوای بری دستگاه رو تمیز نمی کنی؟ صبح که من اومدم کلی روغن ریخته بود زیر این دستگاه. دکمتو ببند. تنگه. تنگه که خب عوضش کن. نداری. خب بگو برات بخرن. من اینجا آدمتون میکنم. یا کار یاد میگیری یا هری. آقا ناصر یه دقیقه بیا اینجا ببینم. این رفتار شما اصلا صحیح نیست. تشریف بیارین. اول اینکه صحیح نیست جلو کارگرا حرف منو بیارزش کنی. دوم از اون هر چی به اینا میگی حرف تو گوششون فرو نمیره. هر چی میگی مثل اینکه میخ به صندوق میکوبی. دیگه نه بزرگتری سرشون میشه، نه کوچکتری سرشون میشه، نه احترامی قائلن، نه دستگاه‌ها رو تمیز میکنن. به هر حال باید تو رفتارتون تجدید نظر کنی. خانم جان شما نمیدونی اینا چه جونه ورای هستن. ولشون کنی آدمو میخورن. همین که گفتم. شنیدید؟ رفتارتون درست نیست. چشم خانم. کجای آقا عبدالله؟ کجایی که ببینی چه روزی این چاپ خونه داره میاد؟ حالا چه واسدی؟ تمیز کن اینا رو. کارت انجام بدید. چشم. رویا چه خبر؟ چه خبر؟ اومد 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 روی بی پایین بی پایین بود. سلام. سلام. سلام آقا یوسف. اتفاقی افتاده عزیز خانم؟ نه. من چی شده؟ چیزی که نشده ولی ها. امشب اینجا خیلی خلوته. خلوته؟ آها خب خلوته دیگه خلوته بله. خب ببخشید. با اجازتون. سلام. تو
باورم نمیشه. خیلی ببخشین که بدون اجازه اومدم تو اتاقت یوسف. آخ خواهش میکنم، مهم نی. میدونی من که اومدم کلی تو حیات فاسدم، بعد صابخونتون مجبورم کرد که بیام تو اتاقت. گفتم که مهم نیست. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. راستش اومدم ازت خواهش کنم که فردا بیای چاپخونه، به خاطر اینکه من دستنها نمیتونم، یعنی از عهده کارا بر نمیام. خب میدونیم، من تصمیم گرفتم که ببین کلی کار داریم، یعنی که آخر برج باید حقوق کارگرا رو بدیم، بعد اینکه من کلی سفارش پالت کاغذ دادم، اگه آخر برج اونا رو به مشتری ها نرسونیم خب پیششون بدقول میشیم. خیلی خوشحالم از اینکه بدقول میشیم. نه 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 نه، منظورم اینه که میدونی از اینکه چاپخونه رونق گرفته. خیلی ممنون. خب دیگه من باید برم خونه. خب پس حداقل بذار یه چیزی برات بیارم. نه مگه اینجا چیزی هم پیدا میشه؟ میدونی من که از جمعه اومدم خیلی گشنه بود، بعد کلی دنبال خوراکی گشتم اما چیز پیدا نکردم. خب حداقل چایی که میتونم برات درست کنم. نه نه خیلی ممنون، من دیگه باید برم. ببین پس بذار من باهات بیام. نه مزاحمتون نمیشم، باور کن خودم میرم. اینطوری که نمیشه پروانه. نه نه ناراحت میشم، تعارفم نمی کنم. خدافظ. پس حداقل بذار تا دم در باهات بیام. خیلی به مادر خیلی سلام برس. حتما. ولی یک کاش میذاشتیم باهات میومدم. نه دیگه همین سر شبه، یه تاکسی در بس میگیرم میرم. خب پس بسر کوچه باهات میام. نه نه دیگه مزاحمت نمیشم، خیلی ممنون. داری تعارف میکنی؟ تعارف چیه؟ خودم میرم. خب خیلی سلام برسون. حتما. مواظب خودت هم باش. باشه، خدافظ. خدافظ. سلام. 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 عزیز خانم من میدونم چی میخوای بگی. میخوای بگی که امشب اینجا چقدر شلوغه. خب گاهی خونه خلوته، گاهی خونه مثل امشب شلوغه. زندگی دیگه بالاخره باید بگذره. شما چرا باید این منو نگاه میکنی؟ برین اتاقاتون، میخوان شوهراتون طلاقتون بده؟ برین دیگه، باید وایستادن من نگاه میکنن. آقا یوسف ببین چی میگم. بفرمایید. فردا صبح میای اتاق من، کارت دارم، بعد حسابامونو برسیم. بسیار خوب. برین دیگه، باز وایستادن؟ خسته شدم از دست همتون. برین گولتون رو گم کنین دیگه. کی بشه که این خونه رو بفروشم راحت بشم؟ مردم از دست یکی یکیتون. برین تو اتاقاتون. هیچ کس به اندازه من نباید اینقدر زرج بکشه که دارم از دست دونه دونه شما و همسایه ها میکشم. چقدر عذاب، چقدر دیوونه شدم رفت.